سلام مجدد دانشجویان محترم به ویدیوی دوم هفته چهارم مضمون مسائل سیاسی جهان دو همه شما خوش آمدید. ویدیو اول تقدیم حضور شما شد، مبحث اول فصل دوم به پایان رسید و طوری که بیشتر عرض کردیم در ویدیو دوم هفته چهارم به مبحث دوم فصل دوم میپردازیم. این اسلایدی را که مشاهده و ملاحظه می‌فرمایید اسلایدی بود که در پایان ویدیوی اول در بابش سخن گفتیم و سخنان خود را در مورد مبحث اول فصل دوم در واقع با شرح این اسلاید به پایان بردیم. برای اینکه ارتباط شکلی بین ویدیوها برقرار شود آن را آوردم. حالا شروع می‌کنیم مبحث دوم را، مبحث دوم فصل دوم. خب این هم مبحث دوم. مبحث دوم تحت عنوان ریشه های منازعه می باشد. خب چنانچه می بینید مبحث دوم اختصاص دارد به ریشه های منازعه. ببینیم که آیا در مورد منازعه نظریه واحدی وجود دارد که مورد پذیرش همه باشد و نیز آیا مسائل مرتبط با منازعه هم مثل بحران پیچیده هستند نیستند و چه مواردی در مورد ریشه های منازعه قابل گفتن و بررسی است. خب توجه داشته باشید که ما مفهوم منازعه را در فصل اول به بررسی گرفتیم، در هفته گذشته اتفاقا، یعنی در درس هفته سوم مفهوم منازعه را واضح ساختیم. نیازی به تعریف منازعه نمی باشد از آنجایی که منازعه یکی از مفاهیم مرتبط با بحران می باشد. خب ما ناگزیر هستیم از منازعه هم بحثی داشته باشیم در فصلهای مختلف. درباره جنگ و منازعه نظریه عمومی واحدی وجود ندارد که مورد پذیرش دانشمندان رشته های مختلف علوم اجتماعی یا سایر صاحب نظرانی باشد که دانشمندان علوم اجتماعی از آنها الهام می گیرند. ببینید نظریه عمومی واحد در مورد جنگ و منازعه در دسترس ما قرار ندارد. ما اگر بخواهیم در زمینه منازعات و بحران‌ها کاری انجام بدهیم در مورد کشور خود و یا هر جای دیگری، متاسفانه نظریه عمومی واحدی وجود ندارد یا نظریات منسجمی وجود ندارد که ما از آن استفاده کنیم. اینجاست که ما در چارچوب نظری و چارچوب مفهومی دچار مشکل می شویم. اما نظریه عمومی واحدی وجود ندارد که رشته های مختلف علوم اجتماعی در باب آن اتفاق نظر داشته باشد و نیز صاحب نظران رشته های علوم اجتماعی از آن الهام گرفته باشد. به هر صورت برای منازعه و یا جنگ نمیتوان ریشه واحدی را مشخص کرد. این ریشه ها نه تنها متعددند بلکه در طول تاریخ نیز بر شمار آنها افزوده شده است. ببینید برای منازعه و جنگ آیا ما میتوانیم ریشه واحدی را در نظر بگیریم؟ نه خیر، ریشه واحدی در نظر گرفته نمیتوان، بلکه تکثر در ریشه های منازعه و جنگ وجود دارد، یا به سخن دیگر ریشه های جنگ و منازعه متکثر میباشند. تعدد ریشه های منازعه و جنگ یک امر اثبات شده ای میباشد. پس یک ریشه‌ای در کار نیست برای منازعات و یا جنگ‌هایی که در درون کشورها، در میان کشورها اتفاق می‌افتد. ریشه‌ها همچنانی که نوشتیم متعددند و در طول تاریخ بر تعداد این ریشه‌ها متأسفانه افسوده می‌شود و این افسوده شدن ریشه‌های منازعه و جنگ موجب می‌شود که پیچیدگی آن زیاد شود. این جمله آخر این اسلاید را هم که مشاهده می فرمایید می خوانم: بررسی ریشه های جنگ و منازعه از پیچیدگی های زیادی برخوردار است. خب
همین که ریشه واحدی وجود ندارد، یک ریشه در کار نیست، ریشه ها متعدد هستند و روز به روز هم بر شمار ریشه ها افزوده می شود، خود موجب پیچیدگی می شود، خود موجب می شود که ابعاد مسئله گسترده و وسیع تر شود و پرداختن به آن سخت تر شود. اسلاید بعدی را می آورم و شما در آن تصویری خواهید دید که پیچیدگی مسئله را می تواند به گونه واضح بسازد. این اسلاید را می بینید. خب هر چی که در موردش فکر می کنید خب به خود شما ربط دارد، ممکن است فکرهای متفاوتی در مورد این تصویر بکنید. خب این تصویر، حالا اگر آن را توپی در نظر بگیریم، کره زمین در نظر بگیریم، هر چیزی که می خواهید در نظر بگیرید، می شود آن را به عنوان یک پدیده مختلف در نظر گرفت. خیلی پیچیده است این نخهایی که می بینید، یا بالفرض این رنگ هایی که می بینید آن را احاطه کرده، آن را خیلی پیچیده ساخته. باز کردن آن چقدر پیچیده است و چقدر متعدد است این ابزارهایی که آن را به وجود آورده. فرض کنید بحران این چنین پدیده است، جنگ این چنین پدیده است، منازعه این چنین پدیده است و این چنین موادی که مشاهده می شود، اینها آمده بحران ها را پیچانیده، بحران ها را احاطه کرده، بحران ها را معاصره کرده و این پیچیدگی موجب می شود که ما در شناخت مسئله با دشواری هایی بر بخوریم. ببینید مسائل هر قدر ساده باشند، تک بودی باشند، از ابعاد کوچکتر و کمتری برخوردار باشند و در برگیری کمتری داشته باشند، بهتر و خوبتر قابل مطالعه هستند. هر قدر مسائل پیچیده شوند، ابعاد مختلف و گوناگونی داشته باشند و در اوج‌های مختلف عمل کند و نیز در برگیری زیادی داشته باشد و بازیگران زیادی داشته باشد، پیچیده تر می شوند و مطالعه آن کار آسانی نیست. یک محقق دانشگاهی یا یک استاد دانشگاه، یک فرد اکادمیک، یک فرد علمی، وظیفه‌اش چیست؟ یک فردی که دانشگاهی باشد، اکادمیک باشد و کار علمی بخواهد بکند، به گفته جیمز روزنا، وظیفه آن این است که مسائل کوچک را، ببخشید، مسائل پیچیده را به مسائل ساده تبدیل کند. خب مسائل هر قدر پیچیده تر باشند، ساده ساختن مسائل کار سختری می شود. بنابراین آن محققان، آن دانشگاهیان، آن نویسندگانی که میخواهند در باب بحران کار علمی بکنند، کارشان خیلی سخته، چون اونها وظیفه دارند این مسائل پیچیده بحران را واضح بسازند، ساده بسازند و برای دیگران انتقال بدهند. پس باید توجه داشته باشیم که سخن گفتن در باب بحران ها، کار کردن در زمینه بحران ها و نیز ارائه نظریه در باب بحران کار دشواری هست. شاید یکی از دلایل اصلی که تاکنون ما نتوانستیم، یعنی انسان ها نتوانستن، یعنی بشر نتوانستن، در واقع نظریه های واحدی در باب بحران ارائه کند، همین باشد. این به این معنا هست که مسئله بزرگه. این به این معنا نیست که ما کوچک بودیم، ما انسان ها کوچک بودیم. این بحث مطرح نیست. این بحث مطرح است که بحث بحران ها به دلیل درجات، ابعاد، عمل کرد، اوضاع و ریشه های آن خیلی سنگین است و نمی شود به این سادگی در واقع ما از پس یک مسئله مهم و پیچیده بیرون شویم. اسلاید بعدی رو می آورم. طی نسل گذشته در بسیاری از کشورها و از جمله در پاره ای از پیشرفته ترین کشورهای سیاسی و صنعتی شاهد بروز منازعه های درون اجتماعی بوده ایم.
خب ببینید، طی نسل گذشته، یعنی نسلی که رفت و ما مدیون نسل گذشته هستیم، هرچند عمل کرده نسل های گذشته همواره از سوی نسل های جدید به نقد گرفته می شود، اما یک بحثی وجود دارد که نسل امروزی همواره مدیون نسل گذشته یا نسل های گذشته است. نسل هر زمان مدیون نسل های گذشته می باشند. خب ما هم مدیون نسل های گذشته باید باشیم، هرچند خوب در مورد نسل گذشته در افغانستان خیلی حرفایی برای گفتن است که اینها کاری نکردند، اما اوضاع به گونه ای پیش می رود که انگار نسل امروز بدتر از نسل گذشته عمل می کند. شاید 50 سال بعد کسانی بیایند بیطرف مسائل را دنبال کنند، متوجه شوند که نسل قبل از ما خیلی بهتر از نسل ما بودند. بر صورت طی نسل های گذشته حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته، کشورهای توسعه یافته، ما شاهد این بودیم که منازعه های درون اجتماعی به وجود آمده. یک بار دیگر هم خدمت شما عرض کردیم که فکر نکنید منازعات و بحران ها و مصیبت ها و مشکلات فقط و فقط مربوط کشورهای عقب مانده و ضعیف هستند. بحران همه جا وجود دارد، منازعه همه جا وجود دارد، ولی نوع بحران فرق می کند، ماهیت بحران فرق می کند، نوع برخورد با منازعات فرق می کند، فرهنگ ها متفاوت هستند، ولی بحران در همه جای دنیا وجود دارد. حتی به گفته هابرماس که متعلق به جریان های چپ هست، دانشمند آلمانی که در پی مارکسیسم واقعی می باشد، در کشورهای پیشرفته و کشورهای غربی و کشورهای سرمایه‌داری بحران‌هایی وجود دارد که در کشورهای توسعه نیافته این بحران‌ها موجود نمی باشد. از جمله بحران عدم انگیزش، بحران ماشینی ساختن، بحران علینه شدن، از خود بی خود شدن، ماشین زدگی یا الیناسیون. فکر نکنیم که بحران ها فقط مربوط یک جامعه خاصی هست. بحران همیشه وجود دارد، منازعه همیشه وجود دارد، ولی آنچه که مهم است این است که ما در برابر بحران ها چی میکنیم. یک کارکرد ما مردم افغانستان و نخبگان ما هست که با عملکردهای نادرست خود بحران ها را بیشتر میسازیم و منازعات و بحران ها را بدتر میکنیم، عمیق‌تر میسازیم، گسترده‌تر میسازیم. یک برخوردی است که مثلا در آلمان وجود دارد، در فرانسه موجود است، در ایالات متحده آمریکا و در بعضی از کشورهای دیگر جهان وجود دارد که آنها بحران ها را به عنوان فرصت ها تلقی می کنند و از دل بحران ها فرصت های بزرگی خلق می کنند. پس بحران موجود است، ماهیت بحران فرق می کند، درجات آن فرق می کند و عمل کرده افرادی که با بحران سر و کار دارند فرق می کند. ما جامعه بدون بحران در جهان نمی بینیم. کشور بدون بحران در نظام بین المللی امروزی قابل مشاهده و ملاحظه نیست که به شما معرفی شود. ظهور و جان گرفتن شمار بسیاری از بازیگران جدید و قدیم در فرایند سیاسی همراه با پیشرفت فناوری و در نتیجه مرگبارتر شدن سلاح‌ها و افزایش امکان دسترسی به آنها بدون شک موجب تشدید منازعه در سطوح مختلف شده و در آینده خواهد شد. نه تنها از بحران ها گریزی نیست، نه تنها ما نمیتوانیم حرف از پایان بحران ها بزنیم، بلکه باید عرض کنیم که منازعات تشدید می شود، بحران ها بیشتر می شود و ما باید خود را آماده بسازیم. جهان باید خود را با منازعه ها و جنگ های خطرناک آماده بسازد. چرا؟ به دلیل اینکه بازیگران جدیدی در نظام بین الملل ظهور می کند. در نظام های منطقه‌ای شاهد تحول در بازیگران هستیم. بازیگران جدید و قدیم جاهای خود را عوض می کنند، کسی قوی می شود، کسی ضعیف می شود. فناوری یا تکنولوژی پیشرفت می کند روز به روز و این پیشرفت های فناوری در مواردی بسیار خطرناک است. فشارها بر دولت ها بیشتر شده، از درون و از بیرون
بر دولت‌ها فشارها بیشتر گردیده، روند جهانی شدن موجب تضعیف دولت‌های ملی شده، مرزهای ملی با مشکلاتی روبرو شده و همچنین سلاح‌های مرگبار افزایش یافته، ذخایر تسلیحاتی کشورها زیاد شده، کشورها به دنبال دستیافتن به اسلحه بیشتر و اسلحه‌های خطرناکتری برای بازدارندگی هستند. حتی امکان این وجود دارد که گروه‌های تروریستی و اسلحه‌های بسیار پیشرفته دست پیدا کند. همه اینها حکایت از یک مسئله بسیار مهمی می‌دهد و آن حکایت این است که شام سیاه ما به این زودی سحر نخواهد شد. این شب سیاه بشر همچنان شب است و سحر نزدیک نیست. هیچ ستاره دیده نمی شود که چشمک بزند و نوید بدهد که سحر نزدیک است. و ما ناگزیر هستیم به این نکته اشاره کنیم که منازعات در سطوح مختلف و بحران‌ها در سطوح گوناگون بیشتر می شود و راهکار همین است. منطق و عقلانیت همین را تقاضا می کند که خود را آماده کرد به تشدید منازعات در سطوح مختلف و برای اینکه ما بتوانیم در برابر منازعات و بحران‌ها عملکرد خوبی داشته باشیم باید آن را بشناسیم، شناخت نظری حاصل کنیم، ریشه‌یابی دقیقی از بحران‌ها صورت گیرد تا ما بتوانیم در مواجهه با بحران‌های موجود و بحران‌هایی که در آینده در واقع به وجود می‌آید موفق‌تر و خوب‌تر عمل کنیم، نه اینکه به این فکر باشیم با پیشرفت بشر بحران‌ها کمتر می‌شود. پیشرفت بشر برخی از بحران‌ها و منازعات را حل می‌سازد ولی در این حال موجب ایجاد برخی از منازعات و بحران‌ها می شود. این ضرب المثل معروف غربی ها قابل توجه است که همواره می گویند مشکل حل شده مادر مشکلات جدید هستند. دقت داشته باشید، مشکل حل شده مادر مشکلات جدید هستند. خب یک مشکلی حل می شود، مثلا فرض کنید همین بحران انتخاباتی افغانستان حل شد، بعد از 5 ماه چانه زنی اینکه کی برحق بود کی برحق نبود از خیران مگذاریم. شما خیلی خوب میتوانید قضاوت کنید، همه شما قاضی های خوبی هستید ماشاءالله، ولی واقعیت این است که یک بحرانی حل شد، بحران انتخاباتی در کشور حل شد، ولی خود این بحران مادر مشکلات دیگر و بحران های دیگری خواهد شد. مثلا بعدا تقسیم کابینه مطرح می شود، عمل کرده اینها مطرح می شود، بحث‌های بودجه مطرح می شود، خود این بحران‌های دیگری را ایجاد می کند. پس ما باید بدانیم که مشکل حل شده خود می تواند منبع مشکلات زیادی برای بشر باشد. این اسلاید را هم ببینید. منازعه‌های اجتماعی به دو دلیل با تحقیقات بین‌المللی ارتباط دارند. یکی این که پویایی خاصی و مثال زدنی این حوزه از منازعات موجب پیدایش شمار بسیاری از بازیگران بین‌المللی در اواخر قرن 20 شده است، یعنی گروه‌های پدید آورده و پرورش داده که خواستار تغییری انقلابی در کشورهای موجود و در مواردی هم طالب تشکیل واحدهای سیاسی جدیدی هستند و دیگران که این منازعات به واکنش قدرت‌های مداخله‌گر خارجی منجر می‌شوند. ببینید، منازعات اجتماعی رو نباید دست کم گرفت. منازعات اجتماعی میتواند مشکلاتی در اوضاع مختلف در درون کشورها ایجاد کند. منازعات اجتماعی میتواند موجب شود گروه‌های ایجاد شود، گروه‌های پدید آید که اینها خواهان روی کردهای انقلابی باشند، خواهان تجزیه باشند، خواهان این باشند که واحدهای سیاسی جدیدی در یک مملکت تشکیل شود و همچنین این منازعات اجتماعی ممکن است قدرت‌های مداخله‌گر خارجی، هم از قدرت‌های مداخله‌گر خارجی منطقه‌ای و هم قدرت‌های مداخله‌گر خارجی بین‌المللی را انگیزه بدهد تا در امور یک کشور مداخله کند. خب، در اینجا می‌رسیم به پایان مبحث دوم فصل دوم درس مسائل سیاسی جهان دو. از توجه و همراهی همه شما عزیزان سپاسگزار هستم.
انشالله که فعال و درسخوان و ورزشکار و مفید باشید و درس ها رو دنبال کنید. ویدیوی دوم هفته چهارم هم در همین جا به پایان میرسد. همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم. تا هفته آینده، بدرود.